نشکونیم قلب کسی، نشینیم توی دل واپسی، یه سر به رویا بزنیم، دلو به دریا بزنیم. دیگه فرقی نمی کنه که تو پیر باشی یا جوون، بی خیال قصه شو بتاز به سمت آسمون. حرفی که تو دلت مونده بگو، خدا هوا تو دار، دیر و زود داره میدونم، اما سوخت و سوز نداره. نشکونیم قلب کسی و نشینیم توی دل واپسی، و یه سر به رویا بزنیم، دلو به دریا بزنیم. تو ساحل خوشبختی و عکس دلو نقاشی کن، باز کوچه با قصه رو با عشق شوق پاشی کن. حرفی که تو دلت مونده بگو، خدا هوا تو داره، دیر و زود داره میدونم، اما سخت و سوز نداره. نشکونیم قلب کسی، نشینیم توی دل واپسی، یه سر به رویا بزنیم، دلو به دریا بزنیم. نشکونیم قلب کسی و نشینیم توی دل واپسی، یه سر به رویا بزنیم، دلو به دریا بزنیم. یه سر به رویا بزنیم، دلو به دریا بزنیم. سلام داداش، بیا تو. سلام آبجی. سلام. سلام، خدا خیر کنه. چی شده؟ بیا تا بهت بگم. خوش اومدی. چی شده؟ بیاره یه چایی برات بیارم. میگم بیا الان میام بدش. بزن آبجی یه چایی هم بیارم بخوریم بری. چشم. همون چایی به کافیه. همون چایی داریم فقط. آره ببخش رو خود. آخه یخچالمون خالیه. بگو آبجی چیکار داری که در مغازه هیچکی نیست؟ امروز هم بار داشتیم، خسته خستم. بره بمیرم، معلومه قیافت. چقدر دیر کردی بابا، دلم هزار را رفت. نق نزن نایت، حرفتو بزن. وای عباس نگو تو رو خدا، دلم میخواد. با اینکه 5 سال پاکه پاکه میدونم، خب خبر به میرسه دیگه داداش من. برو خدا عزت نکن نایت. صدا کردی این حرفا رو بهم بزنی؟ حرفتو بزن. با این دوستای بی کلاس نگرد انقدر. ببین کردی قلمه رو چماق هی میذارین سر من. بس دیگه اونایی که گوش من خود کاری با کسی نداره که. داداش آخه بدبخت شدم تو گذاشتی مواد کنار. امیرعلی رو چیکار کنم؟ امیرعلی چی شده؟ از دست رفته. چی می‌خواستی بشه؟ نه. آره. اسم جنسش چیه؟ مهتاب. آخ 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 ای نامردا. جدیده. اون زمان که من می‌کشیدم که اینا نبود که. تموم شد؟ آره. داداش مهتاب اسم دختر است. گرفتی ما رو نایی ها؟ اه میخواد بگیرتش دیگه. خب بگیره بشه مثل من عزب اغلی؟ اه ماشالله ماشالله بزرگ شد بچه خوهرمونا. آره دیدی؟ بزرگی جوانی خواهد تو سره ما هرکی که ایت شد 40 سالمون. برم پریروز بود بچم. حالا کی بریم؟ کجا؟ خواستگاری دیگه. هر وقت بگیرم. ما هر وقت بگی رفتی؟ نه اصلا این حرفا نیست. شما بزرگه ما، یه هر وقت دستور بدی داداش هر حرف خودته. کی بریم؟ بذار ببینم امرو بار داشتیم. یه ذره راست نیست کنم رو چشم. گاهی وقتا میگم داداش چه خوب شده به خاطر تو رو خدا، دست از این کارات بردار داداش. قنده رو بس داری شکم این جلوی ابن نره. با هم دیگه واسه همین چیزا. ببین همینجوری متلک میگی ها. نه به جون تو ناراحت نشو. واسه همین چیزا همین کارا هیچ کی زنت نشد، بعد به نفع من شد. خب من که بالا سر بچهای من بودی، خدا خیرت بده. میخوای مثلا رو بگی؟ آره مثلا آره دیدی همیشه میگم. چه دلاره به چی در؟ الان بهت میگم صبر کن. خدا گر به بنده از حکمت یه در دایی زشت را کند برای امیرعلی و محیای من پدر. خدا بیامرزه، خدا بیامرزه آقا جونو. یادته همه مثالا رو نسمه اسمه میگفت. الهی دورت بگردم تو چایی یاد اخوری اومدم. کاری ما نداری؟ من رفتم آبجی کار دارم. من رفتم بابا. خدا حافظ. به سلامت. بس پیرم تو میزدی تو شهر خوب آبجی شرش. چرا وانه میکنم؟
خوش اومدی، خیلی خوش اومدی. بفرمی تو باله. بفرمی شما اینجا چی کار میکنی؟ من اینجا چی کار دارم؟ شما اومدی تو خونه من، از من میپرسی اینجا چی کار داری؟ بیا برو بیرون. بیرون؟ فکر کردی اینجا مغازه سوپر منه بیرون میکنی؟ بابا جون اینجا خونه منه. ببینم مگه شما نیومدید خواستگاری مهتاب دختر من؟ چرا؟ چرا؟ مگه مهتاب دختر توی؟ بله. آقا ما نخواستیم، پشیمون شدیم. چی چی نخواستیم؟ چیه چیه چی شد ابجی؟ نه 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 نخواستیم، اینم گل بریم داداش، ولش کن. ما هنو خواستگاهی نکردیم که. بیا بهت میگم چی داره میگه این خواهر شما؟ چی میگه؟ بله حتما یه چی گفت؟ چی به خواهر من میگه؟ رو ولم کن بیا. بله خواهر من چی گفت که آتشی شد؟ من چیزی نگفتم. ببین من تنگ نفس دارم. چی داری؟ میبینم تو خونم میفته. چی داری گفتی؟ تنگ نفس. مهدو بابا بیا، جایی نمیخوام، بیا منو کشتی. ایوا سلام نایی جون. شما چرا اون بالایی؟ سلام چی چیه؟ بگو منو بذاره پایین. آقا میشه خواهش کنم بذاریشون زمین؟ آره باشه. ایوا چرا این گولاتو نه اینجوری انداخته رو زمین؟ مگه مال من نیست؟ این گولا میگم چرا اینجوریه؟ برای اینکه بابای شما پاشنه در مغازه ما رو کنده، یه سال آزگار روزگار منو سیاه کرده. آقا دروغ. روزی 4 دفعه از من خواستگاری میکنه. مثل که شما ریاضیاتتون هم یه خود اشکال داره با. چطور؟ 4 روزی یه بار، نه روزی 4 روز. اصلا چه فرقی میکنه؟ با تو نه چه تا میکنه؟ ببین کاری نکن روی سگ. چی؟ ببین تو چجوری جرات کردی خواهر من خواستگاری کنی؟ با این کاری بعدی کردم. آره؟ آهای نفس ده. آقا این کارا چیه؟ شما اومدی خواستگاری من یا هی دم به دقیقه این بابای من رو چسبونه سینه دیوار؟ پشت به دادم برس. مگه من اصلا بازی مهی منو بلند کنی بذاری زمین؟ خب امیر علی تو یه چیزی بگو. داییم حق داره. خب هم بذار زمین توضیح میدم. باشی میدیم؟ آره به جان بچم توضیح نمیدارم پایین. به میخواهش بکن. بیا بیا پایین. میدونی چرا من از خوهرت خوشم؟ به خاطر اینکه مرامش مردون است. خب من رفتم دیدم یه تنه داره اون سوپر میگردونه، کاری که مردا عاجزن. خوشم اومد. خوشت اومد؟ نه دیدم مرامش مردم است. بابا آقا هرکیو خدا خواهر من، هرکیو خدا خواهر من خواستگاری کنه خونش حلاله. آهای نفس کش. نفس کش بونش. بودو برکن تو جوابتو بده. بلد میکنم. حال چی میگه؟ برکن دست بنده، دست بنده. چی میگه؟ بیا پایین. بریم آقا جون، جای ما اینجا نیست. دایی جون پس خواستگاری از مهتاب چی میشه؟ اولین بار من این مدل خواستگاری میبینم. پدر زنه به کمه سینی دیبا. ببینم امیرعلی. بابا این که یه چیزی گفت و رفت کارش، شما که زدی تو پرش. در زن اگه دفعه دیگه وارتو بود کرد خودم سیراب و شیردونش میکشم برمون. باب جناییدم اگه بخواد ازدواج کنه چی؟ چی؟ هیچی بابا، ازدواج کنه دیگه. هیچی. آره شما اجازه میدی خواهر ما ازدواج کنه؟ آره دیگه ازدواج کنه. غلام به کارت بره، تو به حال رسل ندارم. خیلی خوب زبی جون، یه دهن بیا که عشقی حال کنه. چشم. دل کباب، جیگر کباب، دل بی دل بر کباب، زبی کبابی مهمون نونو کباب آلیت میکنه. بام 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 بوی کباب شدون دورا حالی به حالیت میکنه. شما سختی کار به تو میخوره، بعد نگذره یه موقع. قربونه دل کباب، جیگر کباب، دل بی دل. قربونه تو برم، من عصبیم. شما کباب میپزی، آواز میخونی. بالاخره اون موقع که میگم بخونیش که بودیم نمیخونی، نه کباب رو بار میذاری. حالا که من ناراحتم هم تو میخونم کباب میذاری واسه من. بله من کن بابا. بابا گفتم زبیه دم بخونه شاد بشی لذت ببری. بد کردم؟ دم شما گر. دم شما کن. ببین مهتاب دخترم دیگه خیالم راحت باشه دیگه. خیالتون راحت راحت مثل همیشه. میگه خیالت راحت خراب کاری میکنه. بابا این تو بمیری از اون تو بمیری یا نیستا؟ میخوایی بابا تو از تنهایی در بیایی. ببین راضی کردن امیرعلی با تو. باشه بابا جون اومد. باشه برو نبینتی. برو ببینم چی کار میخوا. باشه مطمئن باش.
چای من، اینم بستنی شما مثل همیشه. دست درد نکن. خب حالا بگو چی کارم داشت که با این عجله منو کشوندی اینجا؟ خوبه والا، خواستگاریمو به هم زدی، تازه طلبکارم هستی؟ مهتاب، یه هر چی بین ما بود تموم شد و رفتی که اصلا فکرش هم نکن. من دیگه تحمل این بی‌آبرویی رو ندارم. بی فرهنگ، خب صداش خال 10 متر اونورتره. ببینم مگه بابای من چه اشتباهی کرده؟ چه اشکالی داره ها؟ بعد از 15 سال از یه خانمی خوشش اومده، تازه اونم میخواد باشه ازدواج کنه. این از نظر شما اشکالی داره؟ ای هرچی دست میاد هی پرت نکن اون پشت. خب شاید یه بنده خدای اون پشت نشسته باشه. کی مثلا؟ ببین تو اصلا فکر کردی بعد از عروسی تو و مهیا مادرت چند سال دیگه باید تنها باشه؟ آخه اون بنده خدام چه گناهی کرده؟ همه زندگی و جوانیشو گذاشته پای بزرگ کردن شماها. هنوزم که ماشاءالله با دخترها مو نمیزنه. آخه چقدر غرور، چقدر تکبر، چقدر خودخواهی امیرعلی. ای حناس بابا بزنی زندگیشو بکنه. آخه همش کارش این شده بره ماکارونی و نوشابه بخره، تازه گرونتر از اون چیزی که خریده به مردم بفروشه. اصلا تو بگو ببینم مردم چیکار کنن با این همه گرونی ها؟ چی؟ چرا اینجوری نگاه میکنی؟ بستنیام هم خوردی انداختی دور. اصلا حالا که اینجوری شد بعد عروسیامون هم یه جا برگزار بشه. مهتاب میدونی چقدر خوب حرف میزنی؟ راست میگی؟ بابا من راضیم، مامان خودشم راضیه. فقط دایی عباس رو نمیدونیم چیکار کنیم. گیر داده مامان اگه میخواد ازدواج کنه فقط باید با غلام سیبیل که چند سال خواستگارشه ازدواج کنه. بابا ما راضیم، باید دایی رو راضی کرد. و شما ها راضی؟ آره بابا ما راضیم. خوب خیلی خوبه. حالا بیا بریم یه قدمی بزنی. بری. نه یعنی چیزه، من منتظر یکی از دوستامم. تو برو بعد خوبم به حرفان فکر کن. موضوع دوستاتی؟ آره دیگه. باش پس من بعدم میبینم، کاری نداری؟ نه برو خدا. برو قربان خدا حافظ. بابا روزیه دست درد دیدی که خوب حرف زدم؟ خودشم گفت به عمر دیگه کار درست و درمون انجام داده باشی همینه. تلافی میکنم دخترم، تلافی میکنم. بفرمایید. شما ناهید خانومین که یه برادر سیبیلوی بی تربیت دارین که همه رو میکوبه به در و دیوار؟ شما؟ ایشون پدر پرویز خانه، پدر عروس شما. پسر من قرار بود داماد پرویز خان بشه ولی حالا دیگه. دیگه چی؟ اگه شما 100 سالم تو این شهر بگردین نمیتونین دختری به پاکی و نجیبی مهتاب پیدا کنین. ایشون کی باشن؟ تا اونجایی که من یادمه حاج خانم شما یه 4-5 سال پیش فوت کردن، ظاهرا عمرشون رو دادن به ایشون. من صفیه جونم، قراره با هم ازدواج بکنی اگه خدا بخواد. شوخی که نیست، صحبت یه عمر زندگیه. آخه ماشاءالله. ناهید خانم شما به این خانم نگاه کن، تا کی میخواد یه گوشه بشینه و قنبرک بزنه اسیر و عبیر بچه هایی باشه که برای نگهداریش هم شیر یا خد میندازن؟ دوست داره یه مونس و همدمی داشته باشه، بی منت. تا کی تنهایی؟ آخه تا کی؟ من حالا نمیگم که شما هم مثل ایشون بی رحم و بی احساس باشین، ولی تنهایی تا کی؟ 15 سالی که از اون قضیه گذشته، روحشون شاد باشه، ولی چرا تنهایی؟ فردا بچه ها ازدواج میکنن و میرن، شما میمونی تنها. ای بابا یک خانم 40 ساله صحیحه که اصلا تنها بمونه و تنها زندگی کنه؟ 45 سال. ایوا پس ما با هم همسنیم. ولی ماشاءالله شما خیلی خوب موندی. بابا به داداشم چی بگم؟ خودم به اون نمیشه.
سنی ازمون گذشته. برالون پس فردا میخوام داماددار بشم، عروسدار بشم، با سر پیری و مرکه گیری. ببخشی، میخواستم بگم این بچه هایی که شما بهشون دلخوش کردی آیا به شما وفادارن؟ آره مامان جون، فردا پس فردا که منم شوهر کردم و منم زن گرفتم یادمون میره که چی؟ مامان کی بود و چی کار کرد برامون؟ ای ورنه پرید. نه داییتون چی؟ داییتون باید راضی باشه دیگه. پرویز جون اینجا رو ببین چی نوشته. نوشته گل سرخ و سفید و ارغوانی، فراموشم نکن تا میتوانی، قربان تو صفیه. صفیه دیگه کیه پدر جان؟ پدر من یه دقیقه این گوشی رو بذار کنار، بگو لپ و بوزگنده چی گفت. والا من دلم میخواد بذارم کنار ولی اینا نمیذارن. من که از سر شب تا حالا هزار بار گفتم که چی شد. حال منو که درک نمی‌کنی. مرگون تو دختر گل. تو دل من انگار دارن رخت می‌شورن. یه بار دیگه به خاطر من بگو. چی گفت؟ گفت تا برادرم قبول نکنه من قبول نمی‌کنم. خب دیگه بابا جون یواش یواش باید بری سراغ این عباس آقا. گره کار دست این عباس آقا باز میشه. ای کاش اینهایی که اس و اس می‌فرستن چپ و راست یه پدری برادری یه کسو کاری داشتن که مثل تو میتونستن اذیتش کنن که وقتی به وصال میرسی حالشو ببری. من پارسال چه میخندی؟ من پارسال یه اس و اس واسه یه نفر فرستادم اشتباهی، بعد از اون وقت حالا این اس و اسه که پشت اس و اس میفرسته، یه سلام میکنی سه تا علیک میگه. فکر میکنی چند سالشه؟ 45 سال. باور کن 72 سالشه. ماشاءالله 72 ساله با شما اسمس بازی. راستی مهتاب جون این قضیه موبایل که آدم عکس میگیره و عکس میفرسته آخرش به من یاد ندادی یا؟ آقا چون یه وقت نگی واسد عکس بفرستا زشته. ای به ای نمیدونم همین اس و اس هم شما یاده ایشون ده. اون اشکال نده. میگم باید برم برادره رو راضی کنم، تنها راهش همین. بله گره کار دست عباس. خوب گوشاتو واکن پرویز، من احترام موهای سفیدی تو دارم. اگر یه دفعه دیگه، فقط یه دفعه دیگه دور بر خواهرم بپره کیا، ببین آقا جون میذارم با این ساتور دو شقت میکنم. فهمیدی؟ نه دو شقه کمه، پنج شقت میکنم. آویزونت میکنم اسم اینا چه بسر؟ والله استاد به این قلبا، فهمیدی؟ خود صدا تو نبر بالا. بشنیم بینیم بابا. خواستگاری من کار خلافیه، من کار خلافی شهر کردم. نه خلاف عرف کردی. آقا کی میره مادر شوهر دخترشو بگیره؟ ها کی بگیره؟ آقا پسر کجا نوشتن که این خلافه؟ بشنیم بینیم آقا جون. کجا نوشته؟ کجا نوشته؟ جایی ننوشته. اما آقا جون هر کی میخواد خواهر عباس اشکیله بگیره خلاف کرده، گفته باشم. از خودت برای خودت قانون درست نکن. خواستگاری اینجا اشکالی نداره. بشه بینیم. چیه؟ امیرعلی بشه بینیم. خوب شد اومدی. سلام دایی. او مهتاب زنگ زد که آقا پرویز اومده اینجا، من اومدم یه وقت نکشته باشیش. آخه دختر قطعی بود دختر این پیره برده بگیری؟ ها؟ بیجبین پرویز بیجبینم. ببین بله به جفتون دارم میگم، به روح این پدرم عشقی بزرگ، اگر یه دفعه دیگه فقط یه دفعه دیگه دوروبر این مغازه من دوروبر خاران به پرکی ها میذارم با این ساتور پنگ قسمت میکنم، آویزون میکنم به این چی بود پسر اسم این؟ قلاب استاد. به این قلابا فهمیدی یا نه؟ واسه چی دایی؟ بابا ماما خودش راضیه، بابا به خاطر شما چیزی نمیگه. دیشب خودش گو بودو بیرم تا همینجا با نستا بودو بیرم. بس من رفتم دایی، موتور امانتیه، برم به بچه ها. اصلا امیرعلی جان یه دقیقه بیا اینجا، از این دایی جانت از این عشقی بزرگ بپرس. خواستگاری کار گناهیه. نه بپرس ازش. اینی که نمیدونه عشقو با الف می‌نویسن یا چیز دیگه، این حرفو چی میزنه؟ الف نه عین. حالا همونی که تو میگی. حالا چی میگی آقا جون؟ بس من رفتم، خداحافظ. بیا اینجا بیا اینجا. دایی بابا من کار دارم در مغازه، برم یا بمونم؟ آقا جون وقتی بهش میگم نه لابا یه چیزی هست که دارم بهش میگم نه. مثل اینکه خودتون بودین ها، ماما گفت یه ساله داره ازش خواستگاری میکنه. من همش سه ماه مهتابو میشناسم.
تو برو من خودم درستش میکنم. برو آقا جون. خدافظ. خدافظ آقا پرویز. آقا حرف حساب چیه؟ خدا پدرت بیامرزه. منم که از اول همینه گفتم. فقط اجازه بده بیام خواستگاری خواهره. همین. میرم. اگه اومدی زایه شدی چی؟ اونو دیگه نمیدونم. انقدر بخند که دل رودابه بپیشه با هم دیگه. یعنی انقدر میخندم که روده برشم. باشه انقدر بخند تا روده برشی. من کی بیام خواستگاری؟ بردار. یعنی چی؟ فردا. مرگ من. آره. فردا. خواستگاری. خیالمو راحت کردی. نوه شب بیا. فردا نوه شب برای خواستگاری. قرارمونو گذاشتیم. نوه شب بیا. چی قرار؟ میگه که چیده؟ کی میگه؟ میگم که فردا. تو فردا شب بیا. فردا شب همینجوری بیا. بیام خواستگاری. دست درد نکنم. کن آقا جون، مغز ما رو خوردی؟ این زبون انقدر ما مو داره برد آقا. بهت میگم خونه چی داری؟ میگه آقا یه کلنگی هست. میگم ماشین چی داری؟ میگه یه ابو قرازه‌ای هست. میگم وضع مالی چطوره؟ میگه آقا من نمیدونم بازنشستم، آژانسیم. میگم آقا خارج از کشور رفتی؟ میگی خارج از شهر رفتم. آقا تو خیلی پر روی به خدا. قربونت تو برم، به چه امیدی ما زن بگیری، خواهر ما رو بگیری؟ ببخشید عباس آقا، بی خودی صداتو میبری بالا. خب ما اون چه که بوده گذاشتیم طبقه اخلاص، اینی که هست. حالا میگی چیکار باید بکنی؟ من بذارم چیکار کنی؟ مهتاب همطور نشستی منو نگاه میکنی. خب تو یه چیزی بگو لااقل. خب چی بگم والا، وقتی ایشون 200 متر خونه رو خونه نمیدونه، پرایدم ماشین بزنم به تخته، هزار ماشاءالله وضع مالیتون خیلی خوبه حتما. فقط نمیدونم چرا ما اینا رو از اینا نخواستیم. اینو بگیری. این خواهر من راضی نیستا. انقدر که شما سریش شدین به شما یه بله گفته. اگه غیر از این باشه ها، جای من اینجا نیست. بده من دایی کتو، بده من. دایی جون ببخشیدا، شما هم که مثل ماهی هی لیز میخورین میرین، هنوز که تموم نشده. از نظر من دیگه تموم شد دایی. حالا اگه مادرتون هم یه موقع تو خواسته خوش وایسته و یه عمر زحمت منو هیچی به هیچی بکنه، من دور همه تونو خط میگشم. باره بیرون، خواهرامو نمیدم. منم اینقدر میرم میاد ترم خیلی بی حیایی من تو بی حیایی ترم نمیدم خوارم بودم صداشو بلند میکنه بابا. آره آقا چون دوباره زندگیت بابا پر روه. این هیکل منو داشت چیکار میکرد؟ خوش شد اومد چیکارش کردم گلم ها؟ جون خودت دیگه بیشتر از این زشت میشد. یارو اینقدر هم آدم بدی نیست بابا. من گیرایی بنی اسرائیلی بهش میدم، اگر نه بند خدا اینقدر هم بد نیست. اما خب بالاخره درستش میکنی ها؟ یه ذره سیریش هست اونم درد نکنه داداش. گفتم یکی داره آنتریکت میکنه. گفتم اگه سنگ دل نیستی که با احساسات یه جوون با احساس بازی بکنی. گفتم ناهید این عباس دیگه اون عباس نیست. نگو زیر پاش نشستم. ناجیه زشته. ببین داداش، من دیگه وکیل وسی نمیخوام. خودم میدونم چی کار دارم میکنم. من نمیتونم پس فردا صبر کنم که بچه‌هام رو گذاشتن رفتن قنبرک بزنم یه گوشه تکی تنها. من تصمیممو گرفتم. ببخشید احترام شما هم واجبه، ولی شما چه قبول کنید چه قبول نکنید داداش جان، من میرم. دست شما اینجوری هم نی به خدا. ببین این مرد مرد زندگی برای تو نمیشه ها. من گفته باشم نایی قولم ها، تو حواست کجا بود آخه؟ ای بابا خراب شد تو تو این صفحش گرد بود، همین شکلی بود، فقط این پیناش هم طلایی بود. این نگیرهای دورش هم نداشت، اونم خیلی خوشگل بود. میخواستم برات بگیرم ولی پولم کم بود. نه مامانم برام میخره. سلام آقا جون. سلام. سلام. شیری دیگه نه؟ دل خوشی داری تو دختر. شیر کدومه؟ بگو روبا، بگو خرمگس، بگو چه میدونم هندونه. هندونه هم حشره. چی شده؟ چی میخواستی بشه؟ آقای با این مرد نمیشه یک کلام حرف زد.
ببخشید امیرعلی جانا، این دایی جنابالی مخ و ملاج درست و درمونی نداره. اومدم یک کلام حرف باش بزنم، یقه منو گرفت و مغازه پرت کرد بیرون. آبرو حیثیت ما رو توی این محل برد. هیکل گنده است، فکر میکنه خبریه. یعنی اینجوری براتون بگم، مرغ این بابا یه پا بیشتر نداره. ولی من کوتابیا نیستم که، اخلاق منو میدونی. تا آخرش هستم، حالا میبینید. این درسته، باریکلا آقا جون. بچه ها خوشمزه است، نوش جونتون. خوب سرتون انداختید پایین و ده بخور. اصلا نمیگن آقا جون کجا؟ نیم ساعت الان آقا جون گم و گور شده. الهی بمیرم، من فکر کنم با این صفیه خانم دعوا شده. طفلی خیلی ناراحته، دیدین؟ میگم نایی، من خیلی خوشحالم که تو رو از چنگ اون برادر ظالم در آوردم. یعنی یه جورای قلبتو تسخیر کردم. بخوا از دهم میفته. چی شد؟ داری گریه میکنی؟ بابا این برنه، یعنی تو اینقدر منو دوست داری؟ به خاطر من داری گریه میکنی؟ چه باحال. میگن زنای کمی پیچیدن و به خاطر این کاراشونه. دهنم سوخت. نخور فلفل که بسوزه. شب دیگه ناهید خانم به ما افتخار داده. دستتون درد. امیرعلی دستتون درد. بسیار خوب. خیلی خوش گذشت. خیلی خوش گذشت. اصلا شب بی‌نظیر. در جهت کم و زیادشو می‌بخشید. بلگ سبزی بود، تحفه درمی. خوشمزه. آقا پرویز، چم پیدا شدین؟ بله. خوش می‌گذره؟ یعنی چی؟ خانم صداتو بیار پایین. والا بلو من خانومو نه دیدم نه میشناسم. این حرفا چیه خانوم؟ خجالت بکش. اقلا میذاشتی از شر این بچه راحت میشدی، بعد میرفتی سراغ یه چیزیه دیگه. کدوم بچه؟ اینه کجا پیدا شد یهو؟ یاد میکنی به این راحتی ها بلدی بیرم. خانوم برو برو، خدا روزی تو جای دیگه حواله کنه. بفرما خانوم. بله خانوم، پدر من این کاره نیست. خدا روزی تو جای دیگه حواله کنه. شبتون بخیر، بفرمایید. همین بابای خوبت بهم قول داده بود خونه و ماشینشو به اسمم کنه دیگه. بابا دروغ میگه. من چه این حرفو زدم؟ مثلا ندیدمش که این حرفا رو بزنه. به شما از این قولا نداده تو سفره خونه؟ نگفته چشاتون سگ داره، صداتون گربه؟ برو خانم، برو به سلامت. آقا پرویز این کاره نیست. لا اله الا الله، این از کجا پیدا شد؟ خانم برو، خدا پدر و مادرتو بیامرزه. آبروی عزت ما رو زیر سوال بردی خانم. مامان آقا بازت میگیرم. نه من کدوم حق؟ تا میگه چطوری گریه میکنه؟ خانم محترم، یه لحظه شما تشریف بیارین اینجا. تشریف بیارین ببینم اصلا درد دلتون چیه؟ من باباشم. اینجور چیزا با صحبت و مذاکره و از این چیزا حل میشه خانم عزیز. چرا شما داد عوار میکنین؟ تشریف بیارین اینجا. بابا بریم مارمولک، بریم. بله. بگم مهتاب بابا، چیه برای خودت قنبرک زدی نشستی اینجا؟ آسمون به زمین اومده یا زمین به آسمون رفته؟ ببینم تو واقعا راجع به بابات اینطوری فکر میکنی؟ یعنی پدر شما در آن واحد به دو نفر میتونه فکر کنه؟
15 سال از مردن مادرت میگذره. تا حالا تو این 15 سال از من چیزی دیدی؟ حرکتی دیدی؟ نشستیم با هم بریم زندگی میکنیم دیگه. ها؟ 4 ماه بعد از فوت مادر خدا بیامرزت بود که من کم کم با این ناهید خانم آشنا شدم. 4 ماه بعد از مرگ مامان؟ خب آره. ای؟ یعنی شما فقط 4 ماه به مامان من وفادار بودی؟ ببین من چقدر ساده، چقدر پخمم، نه؟ نگوی هم. ببین بابا جون، شما از همین ساعت میتونی هر کاری که دوست داری بری انجام بدی. پاشو معطلم نکن. بی خود خودتو ناراحت نکن. منظورم این نبود. چجوری بگم؟ با چه زبونی بگم؟ عزیز من، وقتی من به این ناهید خانم دارم فکر میکنم، میتونم به یه زن دیگم فکر کنم؟ بابا اینا توته هست، چرا متوجه نیستی؟ کار این عباسه. به قول شاعر میگه نیست رسم عشق، با یک دل دو دل برداشتن. میشه یه همچین چیزی؟ دیگه شاعر که دروغ نمیگه. راست میگی بابا. ازش بپرس، من نمیدونم. دیگه خودتو لوس نکن. پس قبول کردی؟ آخه بده. انقدر براش قصه گفتم، انقدر لالایی گفتم تا بالاخره خوابی. مثل بچه ها میمونه. راسته که میگن آدم وقتی پیر میشه مثل بچه ها میشه. راستی من هم فهمیدم که کار عباس آقاست و هم میدونم که چی کار باید در جوابش بکنم. بیاین تا واسهتون بگم. بیاین آبجیم همین الان اینجا بود، همین الان رفت بیرون مغازه. دست در نکنه. آره داداش، میگم یارو زن داشته. آره تو میری نارو میزده. سلام. سلام علیکم. خسته نباشی. چی میخوای بسه؟ مغازه های عباس اشتی. چونه تو دارم میگم؟ شما هستی؟ زن داشته. آقا میگم با چشای خودم دیدم. دیشب در خونه خواهرم ناهیده ما با کسی رو درواسی که نداره. حقشو گوش کف دستش. تو میری. حالا بیا اینجا میگم. میگم بیا اینجا تعریف کنم. چیکار نمیشه پشت تلفن که مشتری دارم بابا. بیا اینجا بگم چی شده. میگم چونه تو دارم میگم. این چی میخواد؟ آقا سلام. سلام داداش. آقای عباس عشقی؟ بله داداش، خودم هم از شهرداری آقای دارایی. مخلص شما. حالا معلوم میشه. یه شفه گوش بزن اینجا. شفه گوش بده قربون تو برم. سلام داداش. پولش کنم چاش کنم؟ نه 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 بزن اینجا. نه اون بزرگه رو بیارش. بزرگتره رو بده. بزرگتره رو بیار. بزرگتره رو بده آقا جون. بشت وای. نه عزیزم. یه لحظه صبر کن. به ما گزارش دادن که شما گوشت مکروه دست مردم میدین. کی؟ ما؟ گزارش دادن اینجا. عباس عشقی گوشت مکروه؟ گوشت مکروه؟ ما هم داشت یک گوشت الاغ دیگه ها؟ حالا معلوم میشه. آره الاغ. قربون تو برم، اصلا گوشت الاغ گیر میاد یک گوشتش گیر بیاد؟ حالا بالاخره معلوم میشه. اصلا این گوشت ما کجاش به گوشت الاغ میخوره؟ چون خودم تهمت دارم میزنن جون مهندس. بگی اینا. یه احضاری است. فردا میای اداره. اداره کجا باید بیام؟ نوشته توش نگران نباشی. بهداشت؟ بله بهداشت. اینو چرا میبری؟ نمونش هم من برات میبرم. فردا اونجا میبینمت. یا نگاه کنی کجا میبره؟ سیاه نکنه ما رو یه رو. بودو بینم. ای بیمعرفتو. شده عباس آقا؟ نمیدونم والا. یه شیر خام خورده رفته بهداشت گفته که ما اینجا گوشته چه میدونم این گوشتای مکرو میفروشی. این معرفت ها. میخوای به همشیر خبر بدم؟ نه بابا جون، تو با خواهر من چی کار داری؟ انقدر باز خوش گرفته داری بنده خدا. به کار خودت برس. آره بابا، هر کی گفته ماست خورده. ببخشید آقا، شما کاری داشتی؟ شما اینجا بفرمایید ببینم چی نوشته. با اینجا نوشته یک عدد دستبند گم شده، از یابنده تقاضا می شود با این شماره تماس بگیرید. بفهمم. روز روشن کلا سر آدم میذارم. نکن پسر جان، من همون اولش فهمیدم تو نوشتی دستبند خالی، طلا ننوشته بودی. آقا جان بیا اصلا اینو بگیر ببر یه جا که ننویسن دستبند خالی، بنویسن دستبند طلا. برو آقا جان. ولی این دفعه با پلیس میام اینجا. برو داداش برو. این دیگه کی بود؟ چه میدونم از این آدما زیاده. جان میگم که من و مهتاب با پرویز صحبت کردیم.
ایشون گفتش که به عمرش این خانم دیشبی رو ندیده. به نظر من این کار کار عباس آقاست، خواسته با این کارش پرویز رو پیش شما و مادرت خراب کنه. همین. راستش منم شک کرده بودم ولی ای کجا رفتی شما؟ حداقل واسه جوابتون رو بدم. رفت ای بابا زمایی پیدا میشن. آی بیا بیشی، بیا خدای ما امیده تو رو. چی شده عباس آقا؟ چی گفتن؟ جریمه شدی یا مغازه رو باید ببندن؟ اه، از که تم خوشت اومده. میدم مشتی، تو رفیق دزده یا شریک قافله؟ مشتی، من اگه مشکل داشتم که در اینجا رو وا نمی کردم در مغازمو. ببین، من یه گوشت قلایی بفروشم که مثل شاخ شمشاد اینجا وای نمیستم جلوی مردم. منو فروخته بودن. ببین نداره. یه روز از کارمون افتادیم، اما پیداش میکنم. ببین عشقی، اینا همش به خاطر رفیق رفقای بدی که داری و بلایی که سر این پیر مرد عاشق درآوردی. دست از لجاجت بردار. من آقا دنبال کارت بابا. خودت عذبی؟ فکر میکنی بقیه هم باید پاسوز تو بشن؟ باره بینیم بابا لسه ندارم جونم. سوپر گوشت عشقی با آخرین متد زب در خدمتتم. بفرمایید. عباس عشقی چه حال ما رو میگیری؟ آره زن میفرستی جلوی در خونه آبجی خانومت که ما رو ضایع کنی؟ اینطوری هست؟ الو بینم پرویز تویی؟ کی به تو خبر داده؟ خروس بیمه هم بگو کی به بهداشت خبر رسونده؟ این مهمه. جون من حال کردی چقدر زود اومدن؟ هنون نیم ساعت نشده بود که من تلیف زده بودم. بی‌معرفت، کار تو بوده پرویز؟ ها؟ ببین عباسش واسه من فیلم بازی نکن. ببین بار آقا من خودم خط به روزگارم. ببین اگه دوزرم میشتم خواهرم به تو برسم عمرن اگه بذارم. نه ببین بی‌معرفت، به دختر مردم قول میدی بگیرمت ولش میکنی میری؟ ببین عباسش ضعیف به گوش کن. آخه ضعیفه که خودش ضعیف هست دیگه. بی‌معرفت، تو عالم مشتیگری که ضعیف کشی نداشتی؟ پرویز برات دارم آقا جون. ببین عباسش میبینیم هم دیگه رو باره ما بدارت خوشه. گوش کن. ها چیه؟ غلام تویی؟ آبا ول کن تم با این رفاقته. میان اینجا میخوریم میخوابیم اون موقع ما کار داریم ایش کمتون نیستی. به مشکل خوردم آقا جون دیگه. آره این پرویزه ما رو فروخته به بهداشت. بجام یک کارت دارم آقا جون. اه باز زنگ زدی غلام؟ این ره که میروی سوی ترکستان است. آبا بارا بیدیم بابا تو هم بابا حالوصله نداریم. اه بابا جانم بابا واقعا دست درد نکنه بعد از این همه خواهش تمنا ماشین بهم دادی روشن نمیشه که. یعنی چه؟ استارت بزن ببینم. آه نزن، این تا دیشب پر بنزین بوده. من نمیدونم بابا دیرم شو. بده من سویچو ببینم. یک کاریش بکن. یعنی چه؟ شکرها اینجا چی میخواد؟ یعنی به کارم نمیرسم؟ سب کن ببینم چه خاکی به سرم میریزم. ای داده بیداد، چوب تو باک نمیره. اینا چیه؟ شکر ریختن تو باک، لب تا لب. کار کی میتونه باشه بابا؟ فهمیدم، عباس آقا. عباس عشقی؟ عباس عشقی! میکشمت! میکشمت! اومدم بابا، اومدم. سلام پرویز. بابا چه خبره؟ شانس آوردین مامان رفته نون بگیره وگرنه. وگرنه چی؟ چی کار میخواست بکنه؟
امیرعلی الان ساعت 7 تو نباید در مغازه باشی. اوه خیلی زوده که هنوز این همه رو اومدید این همه در زدید که بگید من چرا نرفتم در مغازه. خب میرم. نه خیر، برای این نیومدم. چی شد آقا پرویز؟ دیگه میخواستی چی بشه؟ یه کاره اومده مرد گنده شکر ریخته تو باک بنزین من. شکر تو باک بنزین؟ ای بابا. بله دایی جانت فکر کرده ماشین من با شربت کار میکنه، شکر ریخته تو. ببین امیرعلی، به دایی جانت سلام برسون بگو تا الان من میخواستم کوتاه بیام، من این منبت دیگه کوتاه نمیام. بچرخ تا بچرخی، اگه تا الان مهر مادرت به دلم بودا، منبت کینه این دایی تو دلمه. تا زهرمو بهش نریزم و ولکن معامله نیستم. حالشو میگیرم اساسی، حال تو رو میگیرم، اصلا حال خانوادتونو میگیرم، پدرتونو در میارم. ماشین وجده داغون کرده. دایی از وقتی مواد گذاشته بود کنار خیلی خوب شده بود، فکر کنم یکی نشسته زیر پاش. باریکلا گل بود و به سبزه آراسته شد، پس دایی جان جنابالی عملی هم بوده، پس حبسم کشیده. عملی عملی که نه ها. خودش میگه تفریحی میکشیده بعضی موقع. دارم براش، منم تفریحی حالشو میگیرم، منم تفریحی در اون مغازشو میبندم. حالا میبینی. حالا آقا پرویز شما یه ذره بحثات مسلط باش، من برم شهربان عوض کنم، بیام ببینیم چی کار باید بکنیم. دست شما دایی. پدر ماشینو دره برده. آسیا آقا پرویز، ای کجا رفت این پس؟ چرا دم در برسیدی؟ سلام مامان. میرم چون اینجا بایستدی؟ نه تازم که گرفتی بده بینیم این نونه رو گرست نمونیم. هیچی بابا، آقا پرویز عصبانی بود اومده اونجا میگفت دایی عباس رفته تو باک بنزینش شکر ریخته. کارایی میکنه این دایی به خدا. خب همینه دیگه، اونم نمیدونم چند روز پیش رفته اداره بهداشت رو چی گفته؟ آقا بابا اون که تلافی قضیه اون خانم هست که اومده دم در خونه آقا پرویز گفته بود زنشه. نه هنوز میام الان دم میکنم. سلام علیکم بچه‌ها. شما چرخ کرده فرمودید؟ بله بله، دست شما درد. مثل یه خورده چرخ کرده میگیشی بسا با چی شو؟ ببینم این بچه گوش میخواست یا فقط میخواست اینجا بخوره زمین؟ نمیدونم اوستا، فکر کنم اشتباه اومده بود. اشتباه اومده بود؟ اینم که نمیگیره. کجایی پسر؟ بله چی شد؟ آقا خیالتون راحت باشه، کارتون انجام شد. دست گلت درد نکنه. آفرین آفرین. حالا آقا مطمئن باشیم دیگه، نمک بود دیگه، پاد بواد نبود. یعنی مرد به این گندگی به تو دروغ میگه؟ نه عزیزم خیالت راحت باشه، نمک. آقا پرویز چی نمکه؟ برو دیگه گفتم برو. واسطه منو نگاه میکنه. الو گوشی. سلام امیرعلی جان، حالت چطوره؟ یکی از کسبه محل که دوست داییته خیلی از دستش ناراحته. چرا؟ نمیدونم بابا، فکر کنم میگه دوباره افتاده دو کار مواد و این حرفا. مامانم بفهمه دق میکنه. اتفاقا بفهمه بهتر، حواسشو جمع میکنه. گناه داره، زن و بچه نداره، خواهر و خواهرزاده که داره. مرام تو عشقه، با این کارت نشون دادی که هنوز مردی و مردونگی نمرده در مقابل اون همه بدی. قابلی نداره. میگم امیرعلی جان، جایی رو دعوت کنی خونه، جیباشو بگردی ببینی درسته یا نه. خدا حافظ.
میگم دایی چیزی شده؟ نه دارین لغمه های منه میشه میگم از شما؟ نه چیزی نشده از اول شب همش دارین مثل جاسوسه منه نگاه میکنین از تو بخورده ای؟ خودتو خوابون دیدایی؟ آره چیزی شده؟ خمیازه ماما خمیازه نایت بچه ها چرا به من اینجوری نگاه میکنن؟ تو خود چرا به من اینجوری نگاه میکنی؟ خب داداش ناراحتیم باست دیگه خب نمیخورم دو لقمه اضافه خوردم من شب اصلا غذا نمیخورم تعارف کردی خوردم تو چند وقت باز شرتی پرتی شدی یا؟ اون کتت رو نگاه کن کسافت ازش بگیر امیر الان کتت رو بگیر من فردا بدم خوشی آبرومون میره تو معلقه این چه وضع لباسه؟ بده من کثیفه میگه چش این کثیفه کجاش کثیفه این نمیدونم چرا بهونه میاری کجا این کثیفه این یقشه نگاه کن خب کاسرام قصرام روغنی موغنی میشه دیگه دیوارو چوش میگردی دیواشو نمیگردم که میخوام بده یه وقت بهم خوشویی چیزی نباشه غذا تو بخورده نمیخورم بابا دیگه من شب غذا نمیخورم که چیه عباس؟ یزه؟ این چیه؟ چیه؟ اینجا من بودم؟ یا خدا یا خدا پس درست بود دوباره تو رفتی سراغم کوفتی عباس خجالت بکش ای بابا عباس بد جلوی این بچه ها اینا دیگه بزرگ شدن من چی بگم به اینا؟ متوجه من بودم چی؟ داداش اینا خطرناک داداش این مواد خطرناکه خجالت بکش من جلو بچه هم آب شد یادت رفته چند سال آزگار تو رو نابود کرده تازه داشت آدم میشد ببین عباس نگو تفریحیه نگو تفریحی تفریحی میشه مرگ تدریجی الان دیدی این فرش و مواد ریخت تو فردا بعد از اون همین موقع به این خماره به روح بابام به روح عشقی بزرگ من از اون خبر ندارم پاپوشه حتما اونو که تو جیب من گذاشته ناهید من بچه هم بگه اگه من معتاد بودم یه لیوان دوغ میخوردم ماست میخوردم آخه شما که این کارو نیستی چرا تهمت میزنی مگه نمیبینی پنج شب با من قدم کار میکنم با این عقب افتاده غلام زیبی من انعیم من ترک کردم پنج سال الان پنج سالم بیشتر دایی پنج سال دو سه روزه من حواسم هست من ثانیه به ثانیه رو دارم مینویسم من غلط میکنم دوباره دنبال این مواد ببرم دایی جون خب دلتون برای خودتون نمیسوزه لاقل برای زنی که میخواین بگیرین بسوزه خب آخه کیو من زن میده توی هیری میری اصلا کی خواست زن بگیره بده من کتو بینیم بابا دایی کجا؟ قبل مرد هم خونه خودم دایی؟ سلام عباس آقا خیلی مخلصیدیم قرمت دو برم دستم به دو برد عباس آقا مخلص شما این مشتی این غلام سیبی با این موتور قرازش اعصاب ما رو خورد کرده من هم شکایت کردم مأمور آوردم براش بدتر شده حالا چپ میره راست میره میاد میگه آبروتو میبرم حالا شما مردونگی کن بهش بگی دست از سر ما برداره رو چشم داداش غلام بیجا کرده این حرفا رو میزنه اصلا نمیتونه این کارو بکنه رو چشم داداش قربون چشمت حتما مشتی جونه شما ماشاءالله با این سیبیله با همیشه سی مرافعه می‌کردین صحبت می‌کردین حلش می‌کردین دیگه ما به خاطر گل رو شما چیزی بهش نگفتیم دم شما گرم بفرمایید خونه راحت باشید آره قربونت برم بفرمایید خونه بفرمایید شما اجازه بدید درست بشه بعدن همش میگه پول من نقد میگیرم اتفاقا منم میخوام نقد بپردازم شما نگران هیچی نباش بله اخ سلام نقد مشرم وایس کنه بی معرفت نه خوشم اومد خوشم اومد غلام چی خوب یاد گرفتی خوب حلال و حرام میکنی
یه موقع حق این خانمو ضایع نکنی و بهش بده. خانم بچت کو ها بستی بریش اون همسایه غلام بابت قشقیز موتو شاغلام مشتی رفیق چند ساله بابت سیاه کردن خواهر من چقدر پول سلفیدی؟ چی چقدر سلفیده؟ بابت بی حرمت کردن پرویز چقدر پول دادی؟ بگو بایدم بگو شاغلام غلام سیبیل این سیبیلا رو بتراش ها جاش هرچی خواستی به مال بی معرفت برو بی معرفت برو نامرد بی معرفت ها از خواهر من نقشه میکشی به هر حال منم خسته شدم دیگه از این بازی ها فکرم هم دیگه به جای قد نمیده نمیدونم چی کار کنم مامانو بگو از دست پرویز خان به خاطر اون نمکی که تو جیب دایی گذاشته بود چقدر شاکیه ای چطور از زنی که دایی دوار جلوی مامانه تا با ما بدنام بکنه شاکی نیست ای بس کنید دیگه چتونه شما دوتا به جای این حرفا بشین یه فکر بکنیم یه راه حلی پیدا کنیم زن 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 خودشه خب زن دیگه ای خب شنیدیم هی زن 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 چی؟ بابا یه لحظه گوش کن ببین چی دارم میگم ما باید برای دایی عباس زن بگیریم اینطوری سرش گرم میشه دیگه به این کارا کاری نداره بهترین راه حل حالا زن دایی از کجا گیر بیاریم؟ فکر خوبیه ها چرا قبلا به فکرمون نرسی؟ این دایی مادر مردم گناه داره باور کنید هیچکی به فکرش نیست این آی جونم که فقط بلد حرف بزنه یعنی ایشون خوب صحبت میکنن خب نایی جون که نمیدونه من یه دختر خاله دارم جون میده واسه این کار کدوم دختر خالت؟ یه دختر خاله دارم یه مدت فقط افتاده بود توی این کار ماورا پاورا و اینجور چیزا بنده خدا یه دو ماهی بستری شد تو تیمارستان ولی الان حالش خوبه خوبه فقط چون نیست همه فکر میکنن دیوونه است هیچکی نمیگیردش ولی خیلی خوبه اصلا به درد دایی میخوره فقط من باید برم این خالم رو راضی کنم البته خاله منم باید این دایی شما رو ببینه بچه ها فقط دایی نفهمه عروس خانم فامیل ماسا شاید قبول نکنه من رفتم چه کنم با دل بی سر و سامون چه کنم با غم بی پایان چه کنم من در کوی محبت شده ام آبری سرگردان جونم چه کنم با دل بی سر و سامون چه کنم با غم بی پایان چه کنم من در کوی محبت شده ام آبری سرگردان شده ام بیزار شده هم کی شده ام بیزار از دنیا 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 عباس در رو واکن آخ آبجی یه تو میری اومد سر این آبجی به تو در وازه از یه قلامه رو با این زنه رو چه خبره بابا صدات داره تا سر خیابون میره سلام خیلی هم دلشون بخواد آبجی خب حالا دلشون که میخواد چطوری؟ چه خبر؟ یه سری به خودت بزن. بوی کباب به دماغت کن. آره. یا بچه‌ها من داشتم میآوردی دیگه. نه، یه کار مهم داشتم. بگو چی کار دارم بات؟ یه کار مهم؟ ای گفتی؟ حتما همین قضیه زن هست دیگه، میدونم دیگه. ای کلک. میدونستم آبش. خیلی خوب. پس حالا بذار واسه تعریف کنم. هر چی بگی حق داری آبش. هر چی بگی. گوش کن. حرف نزن فقط گوش کن. این دختره که میگم تقریبا 34 5 سالشه. خیلی دختر مهربون خانم خونه دار خونه داری یا عباس اسمش بگو چیه ماهی ماهیه ببین شکل ماهیه عکسش رو دیدم آبجی تو میدونی که من از ماهی بدم میاد تو این حوض به این گندگی دو تا ماهی من انداختی اسمش دیگه تو هم حالا گوش کن فقط تو باید یه کاری بکنی فردا شب باید یه تو که پا بیای خونه ما خاله دختره میاد اونجا خاله پیش رفتی آبجی آره گوش کن واسه که رگ خوابش دست خاله هست خودش طفلی مادرش مرده دیگه آره مادر نداره دیگه واسه همین اگه خاله از تو خوشش بیاد دیگه اوکیو بده حل چی میگی؟ آبشی کدوم ضرره داری میگی؟ چی داری میگی اصلا؟ دست شما درد نکنه من که اصلا نمیدونم تو چی داری میگی؟ نه بابا سوختنی بابا این کاو این سیخه سفر بود بحبه چجایی تو هست؟ آلو من نفهمیدم تو راجبه کدوم زنی داری صحبت کنی؟
خانم بخور سیرشی. خیلی خوش اومدین نسرین خانم، زحمت کشیدین. خواهش میکنم. عرض کنم که ایشون خانداداش من هستن. عباس آقا که خدمتتون گفتم اون از دستت باکن عباس. 40 سالشه، شغلش قصابیه. تا حالا هم اگه ازدواج نکرده به خاطر من و بچه هم بوده. خیلی به گردن ما حق داره. من چون شوهرم خیلی جوان بود که فوت کرد. خدا رحمتشون کنه. خدا هم باد شما رو بیامرزه. به خاطر همین دیگه خیلی زحمت بچهای من کشیده و حق به گردن ما داره و لطف داشته. خوبی عباس آقا؟ کوچیک شما این خانم، مخلص شما این. حالا هر سوالی دارین که دیگه از خودش بپرسین که. به 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 به. چقدر برازنده. لطف داری زنده باشی. نه جون. جان. اجازه میدین من چند کلمه خصوصی با آقای داماد صحبت کنم؟ خصوصی؟ آخه میدونین یه چیزایی هست که باید به خود ایشون بگم. ننهایتون میزن؟ البته تنها. آخ ننهایی زشتی چیم؟ بله خوب باش بفرمی خواهش میکنم راحت باشی. من بقیل هستم نگران نباش. بفرمی خواهش میکنم چایی شیرینی بفرمی با اجازتون. خیلی مخلصی مسئول خانم ها، ببخشید تو خدا. آبجی 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 یهویی چی شد؟ گلو میگم نایزان یهویی هم که نشد. من یه چیزی کشف کردم. نسرین خانم حدود 40 سال دارن. 40 سال 40 سال که نه، تازه پا گذاشتن تو 40 سال. بعد ایشون یه نامزدی داشتن. این نامزده نامزدم که نبوده، شیرنی خورده بودن مختصری. بعد اون بنده خدا که فوت میکنه دیگه ایشون اصلا قصد ازدواج نداشته تا میرسه به... یعنی اینجوری شد که من فکر میکنم که ایشون بهترین مورد ازدواج عثمان است. نسرین خانوم. نسرین خانوم. نسرین خانوم. آره دیگه خاله چیزه. خاله مایی خانوم هستن. پس چرا فامیلتون شما رو معرفی نکرد؟ به تو چه پر رو؟ آخه میدونین فکر نمی‌کردن من بعد از رد کردن اون همه خواستگار یه قصاب چاق شکم گنده سیلیو رو قبول کنم. مزه می‌کنه. خجالت چیزی گفتین نای جون؟ نه گفتم راحت باشین. اصلا خجالت نکشین. هر چی دوست دارین بگین. راحت باش، یه خونه خواهرمه. راستی آبجی اینو نگفتم. ما فردا قرار گذاشتیم که با نسرین خانم بریم یه جایی بشینیم یه ذره با هم همچین مذاکره کنیم، صحبت کنیم. اگه انشالله به توافق رسیدیم که جلو جلو رسیدیم بعد از همونجا بریم محضر رو عقد کنیم. به سلامتی انشالله. حالا مبارک. حالا باید شیرینی بخورید دایی جون. بفرمایید دایی جون. نسرین خانم بفرمایید. بفرمایید چایی هست اینجا دایی جون. بفرمایید عجب سرنوشت نمیشه. مامان جون بفرمایید. قسمت دیگه ان شاء الله خیلی همون بشه. ان شاء الله ان شاء الله. وا چقدر میپرسی خاله. هی هرچی اون گفت من گفتم چقدر اخلاقتون عین منه. هی هرچی من گفتم اون گفت چقدر اخلاقتون عین منه. خب اینجوری شد که به هم علاقه من شدیم. درسته سر ماه بیچاره بیکلامون، ولی عوضش برادرزادی ناپدریش خاطرخواشه. خودش قبول نمیکنه، میگه تو کار احضار روح و اینجور حرف هاست، دوست ندارم. بعدشم من که خالی اونم، از تو که دختر خالشی بیشتر به فکرم خانم. خوبی دیگه خاله جان، ماشاءالله شدی یه تیکه ما. بفرمایی. خب تقصیر نسرین خانم چیه که آقا داماد به جای خواهرزاده خاله رو پسندیدن ها؟ میگم دایی چونم این پیرانه خوبه؟ آره دایی جون خوشگل شدی. آه بیا دایی بیا کنی رنگ رو نداره ها. اه دایی جون بابا یه امروز این دستمال بذار کنار من، داری میری کشتارگاه. دایی صد دفعه پرسیدی، صد دفعه هم بهت گفتم. میگم این یادگاری امین آقا از مشتی های خوبای تهرونه. 40 سال دست منه. ای باز میگه
یعنی دایی از موقعی که به دنیا اومدی باهاته؟ آره دایی، آره. عباس ماشاءالله چشمم کف باد. لاحول ولا قوته الا بالله. آخ هیچ کمره چیکار کنم؟ خیلی زایی از جون تو. نه با این یعنی دستان و اسمان ها چی میاندن این کشمش ها؟ گل میگه بازشته بابا اینقدر بهت میاد عباس؟ شکم به میاد خیلی به تو میاد ماشاءالله با اینقدر دایی بدون شکم مگه میشه؟ دولی چیزی هست دایی بی اسمان دست بگیم از سر در نکنیم اینشالله عروسی شما عروسی خواهره قربونت دایی جون میگم دو تا کلام این حرفای خوشگل یاد ما میدادیم چه بگیم زایی بابا دست داد این همه یادت دادم میشه بابا قول به گاو اونا هم چیزا رو بلدن چیزی بلد نیست عباس آقا بله این آقا نیم ساعت اینجا وایساده بابا چی بشینه چه عباس آقا گرسونه ببخشید شما نمیخواین چیزی سفارش بدین که گفتم که شما هر چی بخوریم ما هم میخوریم ما که از اینه سهل در نمیاریم که خانم یه کاپوچینو لطفا با کیک شکلاتی شما چی میدونی براتون بیارم؟ ببخشید آقا میشه ما یه کمی محکمتر اینه سفارش بدیم؟ یه ملامینی یه سمتی محکمتر باشه دیگه شوخی میکنم اینجا که ننوشته خب همین که خانم گفت همین چینی میدونی ما میخوریم همین؟ میگم اصلا خانم کاش میرفتیم یه کله پاچه‌ای یه چارت پاچه‌ای چشی یه چارت جیگر میخوردیم چارت کوبیده میخوردیم آخه من که اینجا اصلا بلد نیستیم اینجا رو اصلا اونجا هم میریم ایشالله عباس آقا اینجا هم واسه خودش صفایی داره کلا ما همینجا عرقمون داره شور شور داره میریزه عباس آقا چونه بفرم ببخشید و شما دستمالو باز کنید بذارید تو جیبتون چرا؟ زشته آخه این یادگاری امین آباز ها چشم چهر ببخشید عباس آقا بله پس چرا شما نمیخورین؟ این آلپاچینه آلپاچینه خانم را دست ما نیست این هم شما بخورید بیرم حسین خانم واقعا این خونه و ماشین و ثروت و جواهر برای شما اینقدر مهمه؟ بله چی فکر کردیم پس؟ شما باز ما این دوما چیه؟ شوخی کردم پول و ثروت و خونه درسته که لازمه زندگیه ولی همه چیز نیست مهم عشق محبت صداقته ای والا اینا رو هم که نداشته باشی تو قصرم که باشی جهنم خوشم ایوالا داریم هم خواهرم هم شما بگو این حرفا بزن عشق کردم مثل آخر فامیل خودم عشقی نیست دارم عشق میکنم هم خواهرم همچین مشتی خوب انتخاب کرده هم شما مدام حسابی هستی خانم بگو تو رو خدا این حرفای خوب بزن مگه فامیلی شما عشقیه ولی نمیدونستی همه بازار چه میدونم ما عشقی هستی عباس عشقی عباس عشقی معروفی خانم بفرما خوش آمدی بچه ها بیان بچه ها بیان سلام 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 خوش آمدی خیلی خوش آمدی سلام دایی جون مبارکه مبارکه سلامتی آره نایی جون آبجی من و نسری خانم فردا دفترخونه محضر عقد الحمدلله که شما بالاخره به یه سر و سامانی قربونت برم تبریک میگم آقا اینو چیکار میکنه وایسا که نمیدونم اینو چیکار میکنه حالا دوست داری بگم مادر نزاییده که خارزن منو بگیره دوست داری بگم حالت بگیرم کیو خارزن منو آره نایی آره دیگه نصری خارزن آره دیگه ببینم تو واسه اینکه به پرویز برسی واسه ما نقشه کشیدی حرفیه میزنی یعنی چی یعنی قضیه نمک و نمیدونم این گوشت الاغ و نصری خانم همش نقشه بود نه بابا این حرفا چیه؟ آره آقا جون دیگه اون قضیه غلام سیبیل با اون زنه به خدا من روح هم خبر نداشت آقا من آدمی نیستم کسی رو دور بزنم اما شما همه تون بیمعرفتی به جون کفترا اشتباه میکنی اسم کفترا منو به زبان نیار من به خاطر بچه هایی که یه عمر زن نگرفتم بیمعرفت همه تون بسید نقشه شدی؟ همه تون نامردی همه تون نامردی نامردی کجا نگی؟ کجا نگی؟ آی دایی من دو شهر کاز میگم چی کار داری میکنی؟ آبا بردی آه 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 آقا بردی
میگم بابا جون اگر خیلی ناراحتی میخوای شما بلنش من جاد بخوابم. بابا مهتاب من که طوری نم بی خودی برمیداری من میاری اینجا که چی بشه؟ به قربون شکلت برم اگه طورید نبود اینا چیه پس تو دست و باله؟ خودی شلوغش میکنی. اه یه ذره از این امدلی یاد بگی. ببین هزار ماشاءالله ازدواج اول شاهد ای با سلام حال شما راضی به زحمت نبودیم دستتی کردن خدا بخش بده قربون جون ببخشید تو رو خدا ببخشید بابا من که گفتم بیدی نیستم با این بادا بلرزم خالی بستم منو پخ کنی میفتم زمین نه بابا خدا ما شرمان بجرد خوش اومد شونم پرویز چی شدی یه همونجا قاطی کردی شونم پرویز تو که خودت منو میشناسی من الان این چیزا نیستم یه وقت جوش بیارم میدونی یه ها اینا دیدم خواهرم و نسرین خانم و بچه ها یه ها فکر کردم توته هست آمپر چسبوندم ببخشید دیگه بجرد خوش اومد کوچیک شما شاید خیر و صلاحی در این کار راستی؟ سلام دایی ایو سلام مهتاب چطوری؟ خوبی؟ سلام امیرعلی نکنم ای زنزلی ای زنزلی میگم ناهید خانم نیومد چی؟ ناهید نیومد ناهید خانم پرویز جون ببخشید ما گفتیم که شما حال احوالت اینجوریه درست نیست بیاد اینجا گفتیم یه ها بیاد محضر خب اینم فکر خوبیه حال پرویز خان عزیز من چطوره؟ خوربانو دارم راحت میکنش راحت آقا چون خانم کیه؟ ایشون صفی جونه دیگه بازه ما هم جفت خودمون رو پیدا کردیم مبارک باشه میگم حالا دایی عباس چی کار کنیم به نظر حالا تصمیم که من میدید چی میگم میگم پرویز جون تا که بعد نمیگذاره بهت میگم این چهار جشنه با هم هست که پیداست یعنی دیگه بین دایی و پدرزن دیگه هیچ اختلافی نیست دیگه قربونت تو برم دایی ناید یه ذره همچنه نکه رو ما تجارت بیگشه دیگه گفتم یه ها بیاد محضر که درست هم نبود بیاد منو با این حال رو چی شده؟ مثل اینکه فقط اینجا من اضافی هم تنها و بیکر دایی ببین امیرعلی رو مثلا که اینطوری شد دایی چهار تا عروس داریم چهار تا دوماد یه جشن باحال و درست حسابی میگیریم و قال قضیه بیمارستانه بابا